شکاف عمیق میان جامعه و حکومت ایران در یک نظرسنجی دولتی. بیش از 90% مردم از وضع موجود ناراضی‌اند. طرح انتقال پایتخت از تهران این بار از سوی پزشکیان، گریز از مشکلات زیست محیطی یا فرار از حل مسئله. و تعطیلات در ایران و سیل مسافرانی که به استانهای شمالی جاری می شود. موزل زباله، کمبود برق و ترافیک سنگین. چطور به توسعه پایدار این استانها بیتوجهی شده؟ سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. نتایج یک نظرسنجی دولتی در ایران نشان می‌دهد که بیش از 90% مردم از وضع موجود ناراضی‌اند. بر اساس پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان که یک نهاد پژوهشی وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اواسط پاییز گذشته انجام داده، نارضایتی از حکومت و بی‌اعتمادی به ارکان آن هم افزایش قابل توجهی داشته. مهمترین یافته‌های این نظرسنجی در گزارشی از فرنوش امیرشاهی. شهر در قرق زنان بدون حجاب و دست فروشان، تصویری که تا چند سال قبل کمتر در خیابان‌ها به چشم می‌آمد. اما تغییرات آنقدر گسترده بوده و اقتصاد به حدی آسیب دیده که حالا خیلی چیزها عوض شده. آخرین پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان که آبان پارسال انجام شد، گوشه‌ای از این تغییرات را نشان داده. گزارشی که موج چهارمش انجام شده، ولی فقط بخش‌هایی از آن به صورت غیر رسمی منتشر شد. شاید دلیلش یافته‌های آن باشد که با ایدئولوژی حکومت فاصله دارند. از جمله در بخش هویت این پیمایش که به دست بی بی سی فارسی رسیده، وقتی از آنها سوال شد که اگر جنگی در بگیرند حاضرند داوطلبانه شرکت کنند، حدود 51% گفتند به میزان کم و خیلی کم، نزدیک 7% گفتند تا حدودی و تقریبا 41% پاسخشان زیاد و خیلی زیاد بوده. در بخش مشارکت‌های سیاسی هم 53% پاسخ دادند که در هیچ راهپیمایی حکومتی مثل مراسم 22 بهمن یا روز قدس شرکت نمی‌کنند. در مقابل حدود 21% گفتند همیشه و 25% هم گاهی. درباره مطلوبیت وضع فعلی ایران، نزدیک 62% پرسش‌شوندگان گفتند باید با اصلاحات وضعیت بهتر شود. حدود 30% پاسخ دهندگان گفتند قابل اصلاح نیست و تنها 8% پاسخ دادند که وضع فعلی خوب و قابل دفاع است. بدین ترتیب 92% از آنها از وضعیت ناراضی‌اند. تعداد کل برگ‌های رأی مأخوذه آماری که با مشارکت نکردن دست کم 60% واجدان شرایط در دور اول انتخابات ریاست جمهوری و بیش از 50% در دور دوم مطابق آمار رسمی همخوانی دارد. خیلی ها راهکار رفع مشکلات را در رابطه با غرب می‌دانند. در فصل مربوط به مشارکت سیاسی، بیش از 60% پاسخ دهندگان موافق رابطه با غرب بدون واگذاری توان هسته‌ای و موشکی اند. حدود 32% هم مخالفند. وقتی از آنها پرسیده شده مناسب ترین کشورها برای رابطه با ایران کدامند، آمریکا با فاصله زیادی اول شده. پرسش‌شوندگان این پیمایش درباره این سوال که مهمترین مسئله کشور چیست، به ترتیب گرانی و تورم، بیکاری، اعتیاد، فساد اقتصادی و اداری، مسئله مسکن و حجاب را 6 مسئله اول ایران مطرح کردند. ردپای اعتراض‌های چند سال گذشته با محوریت مسائل اقتصادی و زنان و جوانان در نتایج این پیمایش خودنمایی می‌کنند. به ویژه جنبش زن زندگی آزادی که عمده‌ترین تأثیرات در سبک زندگی و مطالبات جامعه را نشان می‌دهد. به عنوان نمونه در پیمایش قبلی که سال 94 انجام شد، حجاب با عنوان بی‌حجابی طرح شد و تنها از نظر 0.9% جامعه مسئله بود. اما در پیمایش فعلی حدود 12% آن را ششمین مسئله ایران می دانند. در موضوع معاشرت و دوستی دختران و پسران قبل از ازدواج هم 53% موافق بودند و 34% مخالف.
بحران‌های متعدد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دهه هاست که روی هم تلمبار شده. تورم و بیکاری در کنار سختگیری برای تحمیل یک نوع خاص از سبک زندگی و فساد اقتصادی، نارضایتی و بی‌اعتمادی به ارکان نظام را بیشتر کرده. در همین پیمایش هم میزان بی‌اعتمادی یا اعتماد کم به نهادهای حکومتی به حدود 63% رسیده. این پیمایش ها نوعی تصویر برداری از وضعیت جامعه است که مطالبات و نگرش ایرانیان را نشان می‌دهد. اما اینکه چقدر در سیاست گذاری ها به آن پرداخته شود، رنگ رخساره شهر نشان می‌دهد که چندان به کار گرفته نشدند. فرنوش امیرشاهی، بی بی سی. صحبت‌های اخیر رئیس جمهوری ایران بار دیگر بحث انتقال پایتخت از تهران را گرم کرده. مسعود پزشکیان گفته که به دلایلی از جمله کمبود آب، نشت زمین و آلودگی هیچ راه حلی جز انتقال مرکزیت سیاسی و اقتصادی کشور وجود ندارد. ولی غلام حسین کرباسچی، شهردار پیشین تهران، میگوید که صحبت از انتقال پایتخت راهی برای از سر باز کردن مشکلات است. جزئیات بیشتر در گزارشی از بهرنگ تاجدین. این شهر 238 سال است که پایتخت ایران است، ولی رئیس جمهوری میگوید راهی جز تغییر پایتخت وجود ندارد. جایی که این کارخونه رو زده اقتصادی نیست اصلا، ولی اگه بریم اونجا و اونا ببینن ما اونجاییم، خدمات اونجاست، کار اونجاست، اینا هم پا میشن میان اونجا، تهران هم از این وضعیت در میاد. وگرنه بخوایم به تهران فکر کنیم، من تصور میکنم غیر قابل حل مشکل تهران. توسعه تهران با بیابی که وجود داره، هر کاری بکنیم بی خود داریم وقت تلف میکنیم. و مشکل تنها آب نیست. ترافیک هر صبح و عصر خیابان‌ها و بزرگراه‌ها را بند می‌آورد. سیستم حمل و نقل عمومی ناکافی است و ناکارآمد. آلودگی هوای شهر را مخصوصاً در پاییز و زمستان غیر قابل تنفس کرده. خرید که هیچ، حتی اجاره مسکن هم چنان سرسام‌آور است که در وسع خیلی‌ها نمی‌گنجد. کل شهر هم روی گسل بنا شده و با خطر زلزله ویرانگر مواجه است. ولی شهردار پیشین میگوید صحبت از تغییر پایتخت برای فرار از مشکلات است. به گفته غلام حسین کرباسچی، تجربه انتقال پایتخت مخصوصا برای کشورهای جهان سوم برای از سر باز کردن مشکلات است. یعنی برای اینکه مشکلات را حل نکنیم میگوییم پایتخت را عوض کنیم. اینجا برزیلیا است، پایتخت برزیل و خواهرخوانده تهران، شهری که 7 دهه پیش با وامی 95 میلیارد دلاری به عنوان پایتخت جدید و برای اسکان 500,000 نفر بنا شد، ولی این روزها جمعیتش تقریباً 10 برابر آن طراحی اولی است و با مشکل کمبود آب مواجه شده. اندونزی هم به دنبال ساخت شهری جدید به نام نوسانتارا است تا به جای جاکارتا پایتخت شود، شهری 200,000 نفری که 35 میلیارد دلار بودجه برایش در نظر گرفته شده. در نبود منابع هنگفت لازم برای ساخت یک پایتخت جدید، راههایی برای خلوت کردن تهران هم هست. به گفته غلام حسین کرباسچی، یک گزینه انتقال بعضی از شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی به شهرهای دیگر است. در دولت آقای هاشمی به این نتیجه رسیدیم که 160 مؤسسه غیر از وزارتخانه‌ها وجود دارد که هیچ ضرورتی برای حضورشان در پایتخت نیست. اینها هر کدام صدها کارمند دارند و تعداد زیادی نیروی خدماتی به دنبالشان است، یعنی بقالی، نانوایی، معلم، راننده و غیره، که با انتقال این افراد آنها هم از تهران می روند. ولی تهران پایتخت فرهنگ و هنر ایران است. این در کنار مرکزیت اقتصادی، داشتن بهترین دانشگاه‌ها و باز بودن فرهنگی آن، با وجود همه مشکلاتش تهران را به مقصدی جذاب مخصوصا برای جوانان تبدیل کرده. با وجود اینها این پرسش همچنان سر جایش است: آیا حل پایدار معضلات تهران ممکن است، یا که باید پایتختی دیگر برای این سرزمین پیدا کرد؟ بهرنگ تاجدین، بی بی سی.
عباس عبدی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشته سازمان ثبت احوال آمار نوزادان زاده شده از مادران 10 تا 14 ساله را حذف کرده. سازمان ثبت احوال ایران هم در جوابیه‌ای نوشته این سازمان مرجع رسمی تولید و انتشار آمارهای انسانی است. بررسی‌های بی بی سی نشان می‌دهد که مرکز آمار ایران از سال 1402 تعداد تولدهای ثبت شده بر اساس گروه سنی مادران را دیگر منتشر نکرده. جزئیات بیشتر در گزارشی از مریم افشنگ. سازمان ثبت احوال انگار نمی‌خواهد کسی بداند چند کودک بچه دار شدند. اما داستان از کجا شروع شد؟ این گزارش روزنامه اعتماد به قلم عباس عبدی روزنامه نگار و فعال سیاسی است. در بخشی از این یادداشت آمده ثبت احوال پیشتر آمار موالید بر اساس سن مادر را به صورت هفتگی منتشر می کرد. آمار نوزادان زاده شده از مادران 10 تا 14 ساله را ما چاپ کردیم. سایت سازمان این آمارها را به کلی حذف کرد. ناشناس تماس گرفتم با سایتشان، گفتند چون فلان روزنامه آمار را چاپ کرده و بحث کودک همسری رواج یافته دستور آمده دیگر آمار نگذاریم. در پاسخ به این گزارش سازمان ثبت احوال گفته این سازمان مرجع رسمی تولید و انتشار آمارهای انسانی سراسر کشور است. یکی از اهداف ایجاد مرکز رصد جمعیت کشور ایفای نقش تبیینی در آمارهای جمعیتی مرتبط با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و رصد مداوم تغییرات باروری کشور بوده است. تعداد موارد تولد بر اساس سن مادران در گزارش‌های مرکز آمار ایران هم به طور فصلی می‌آمد، ولی این روند از ابتدای سال 1402 متوقف شده و برای 4 فصل این سال به جای آمار نقطه چین گذاشته شده. این در حالی است که نسخه آرشیو شده سایت سازمان ثبت احوال نشان می‌دهد که دست کم تا اواخر سال 1400 شمار نوزادان متولد شده بر حسب سن مادرشان در زمان تولد به طور هفتگی منتشر می‌شده. بخش آمارهای انسانی سازمان ثبت احوال در حال حاضر تعداد تولد پسران و دختران را به تفکیک استانی، مناطق شهری و روستایی و همینطور تفکیک جنسیت نشان می‌دهد، اما خبری از سن مادر نیست. سال هاست کودک همسری یکی از معضلات اجتماعی در ایران است. البته طبق آمارهای رسمی شمار نوزادانی که مادرشان در زمان تولد زیر 15 سال سن داشتند در سالهای اخیر اندکی رو به کاهش بود و از بیش از 1550 نوزاد در سال 1395 به کمتر از 1400 نوزاد در سال 1401 رسیده بود. قوانین مرتبط با ازدواج کودکان در ایران سال هاست که به یکی از حساس ترین موضوعات مورد نظر تندروهای حکومت تبدیل شده و در برابر هر تغییر قانونی برای جلوگیری از این پدیده یا ممنوع کردن آن مقاومتی جدی وجود دارد. یکی از نتایج کودک همسری کودک مادری است که خود آسیب جدی اجتماعی به دنبال دارد. آسیبی که راه حل آن هرچه باشد پنهانکاری آماری نیست. مریم افشنگ، BBC. با فرارسیدن تعطیلی‌های آخر هفته در ایران، انتظار می‌رود دوباره سیل مسافران به استان‌های شمالی کشور سرازیر شود و مثل همیشه مشکلاتی چون ترافیک، زباله و کمبود آب و برق را به دنبال داشته باشد. به گفته مسئولان، آمار این مسافران هفته گذشته رکورد‌های قبلی را شکست و توجه‌ها به این مسئله جلب شد که نبود توسعه پایدار در استان‌های شمالی مشکلی بنیادی است. جزئیات بیشتر در گزارش این صحنه از دور نورانی و قشنگ است. جاده قزوین رشت. ولی در هر نقطه این رقص نور تعداد بیشماری انسان‌های کلافه با اعصاب‌های خرد قرار دارند که وقت، انرژی و بنزین زیادی هدر دادند. و این جدا از نزدیک به 300 کشته و 8000 زخمی تصادفات تنها در طول یک هفته تعطیلی است. ایام پشت هم تعطیلی در ایران بدون ردخور یعنی فرار میلیون ها نفر از شهرهای بزرگ شلوغ و دودآلود با هدف رفتن به جایی که بدون آنها با صفا خلوت و دلباز است. ولی وقتی سیل جمعیت و خودرو به استانهای شمالی سرازیر می شود فراغت و استراحت دیگر معنا ندارد و تأسف بعضی شهروندان از فقر فرهنگی شهروندان دیگر. واقعا متاسفم.
توی درخت جای یک پوشک کثیفه. این زباله ها در مسیر جاده ها و داخل جنگل رها می شوند. سواحل شمالی ایران هم مثل جنگل هایش به محل انباشت زباله بدل شده. مخصوصا محمود آباد که قطب گردشگری مازندران لقب گرفته. با اینکه مسافران همه اینها را قبلا هم دیدند و می دانند، ولی سفر به شمال یک عادت شده. اعلام شد که هفته پیش رکورد سفر به استانهای شمالی شکسته شد. محلی ها شاکی هند و همه اینها را از چشم گردشگران میبینند. گردشگرانی که قاعدتاً باید آنجا پول خرج کنند تا به اقتصاد محلی رونق دهند، ولی میآیند و با خود صفهای طولانی بنزین میآورند و چادرهایی که کنار خودروهایشان جای جای شهر برپا میکنند. استانهای گیلان و مازندران سرسبزند. پوشش سبزی از جنگلهای چند میلیون ساله. و همین امر آنها را در کشور خشک و کم آب ایران هم به یک مقصد گردشگری بدل می کند، هم به کانون زمینخواری و ویلاسازی. ویلاها و خانه هایی که هر روز قطعه دیگر از کوه و جنگل را می بلند. بعضی بدسلیقه و بیغوارند. در ویلا جنگلی کد 1017 مارسل هستیم و بعضی هم در حد یک امارت شاهانه. به 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 به. و منبع کاسبی برای یک صنعت سوداگر. این همه ساخت و ساز ولی بدون زیر ساخت. مجموعه های آپارتمانی ولی بدون آب و برق مطمئن. ویلاهای چند میلیارد تومانی ولی بدون جاده. قطعی آب و برق و کمبود پارکینگ امسال از گلایه های اصلی مسافران و محلی ها بود. توسعه ناپایدار یعنی ساختن بدون زیربنا و بدون فکر کردن به آینده و آیندگان. توسعه پایدار و متوازن در استانهای شمالی کار آسانی نیست. ولی کار آسانتر اصلاح تقویم تعطیلی هاست. کارشناسان میگویند اضافه کردن یک روز تعطیلی به روز جمعه باعث می شود مردم تعطیلات خود را یکسان پخش کنند و از هر تعطیلی به هم پیوسته‌ای برای هجوم به شمال کشور استفاده نکنند. فعلا مجلس گرم بحث در این باره است که تعطیلی باید پنجشنبه و جمعه باشد یا جمعه و شنبه. فردا و پس فردا هم تعطیل است و انتظار موج دیگری از سفر به گیلان و مازندران می رود. مگه این طبیعت مال آیندگان نیست؟ فقط باید خودتون استفاده کنین. این دو استانی که در چنین ایامی در ترافیک و زباله غرق می شوند. یعنی کی میخواد بیاد این زباله ها رو جمع کنه؟ تو رو خدا. اصلاح زیر ساخت و اصلاح تقویم کشور برای استانهای شمالی به مثابه هزار نقطه نور و امید است. سیاوش اردلان، بی بی سی. وزیر کشور ایران میگوید که ایران توان پذیرش مهاجران افغان را ندارد. اسکندر مومنی گفته که در برنامه ساماندهی مهاجران افغان در قدم اول افغانهایی که به صورت غیرمجاز در این کشور حضور دارند اخراج خواهند شد. در روزهای اخیر چند مقام بلندپایه دیگر ایران هم درباره افغانها اظهار نظر کردند. از جمله احمد رضا رادان فرمانده کل نیروی انتظامی تاکید کرده که تا پایان سال نزدیک به 2 میلیون نفر از اتباع خارجی غیر مجاز از ایران اخراج خواهند شد. جزئیات بیشتر در گزارشی از علی حسینی. من فکر کردم اومدم داخل افغانستان، خدا به دادم برسون. این جمعیت رو نمیخواد، آب نمیخواد، گاز نمیخواد، برق نمیخواد. جمعیت افغانها در ایران زیاد شده، مجاز و غیر مجاز. آمار دقیق معلوم نیست. پارسال سازمان ملی مهاجرت اعلام کرد که بین 500 هزار تا نهایتاً 1,200,000 افغان به صورت غیر مجاز در ایران هستند. آمار کل افغان‌ها در ایران هم بیش از 5 میلیون نفر گفته شده، گرچه دقیق نیست. هر چقدر هست، ایران میگوید دیگر توان پذیرش حجم زیادی از افغان‌ها را ندارد. ما انشالله برنامه‌ای در دست اقدام داریم که بدور از هیجاناتی که ایجاد میشه بخوام یک دفعه مثلا تصمیمات آنی و هیجانی بگیریم، اما تسریع باید بشه، یعنی سرعت باید داده بشه همراه با یک برنامه مناسب، یک در واقع سازماندهی مناسب. طبیعتاً
ما در این ساماندهی که صورت خواهیم داد اولویت اول با اونهاییست که غیر قانونی اومدن یا در واقع مجوز اقامت ندارن و این دیگه برای کشورمون قابل تحمل نیست و همه آسیب میبینن، فرصت‌های شغلی زیادی گرفته میشه. بخشی از برنامه انسداد مرزی بین ایران و افغانستان، یکی از اهداف آن جلوگیری از قاچاق انسان. وزیر کشور ایران خواستار تسریع انسداد مرزی با افغانستان شده تا به این اطمینان برسند که امکان تردد غیر مجاز از مرزها وجود ندارد. ارتش، سپاه، مرزبانی و فراجا قرار است این دیوار را در منطقه شمال شرق ایران از جمله در استانهای هممرز با افغانستان بسازند. با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان مهاجرت افغانها زیاد شده و بیشتر راهی کشورهای همسایه شدند، از جمله پاکستان و ایران. در ایران این حضور میلیونی پیامدهایی در برخی از استانها از جمله تهران داشته. از سال 401 تا امسال سهمیه آرد استان تهران تکون نخورده، یعنی اضافه نشد. ما طی این دو سال فقط بیش از 1 میلیون اتباع به استان تهران اضافه شد. بر سر همسایه‌ها روزگار ناخوشایندی آمده. یکی از ناچاری راهی خانه همسایه شده و همسایه هم که خود کم مشکل ندارد میگوید مجبور است بیرونش کند. علی حسینی، بی بی سی. هفته گذشته سال تحصیلی جدید در مدرسه سامانیان شهر دوشنبه آغاز شد. این مدرسه به فرزندان مهاجران افغان در تاجیکستان اختصاص دارد. 7 ماه پیش این مدرسه به دلیل ناتوانی در پرداخت پول اجاره در خطر بسته شدن قرار داشت و اکنون موعد تمدید مجوز آن از سوی نهادهای آموزشی تاجیکستان فرا رسیده. در حال حاضر حدود 7000 پناهنده افغان در تاجیکستان زندگی می‌کنند. جزئیات بیشتر در گزارشی از خبرنگارمان سهراب ضیا از شهر دوشنبه. لحظه های هیجان انگیز برای این کودکان که نخستین بار وارد مکتب و کلاس می شوند. خوش آمدید. اینمی مکتبتان است. امسال بیش از 25 دانش آموز با کلاس اولی مدرسه سامانیان پذیرفته شدند. در سال تحصیلی جدید به تعداد محصلین مکتب سامانیان در شهر دوشنبه بیش از 200 نفر افزوده شده. این میتواند نشانه مهاجرت ده ها خانواده دیگر از افغانستان به تاجیکستان باشد. دیبا انوش یکی از پناهجویان تازه از راه رسیده است. او 6 ماه پیش به تاجیکستان پناهنده شده. ما از ولایت بغلان هستیم، در کابل زندگی میکردیم. دلیل مهاجرت ما دلیل اصلیش هم بود فقط که در افغانستان ادامه تحصیل امکانش نبود. ما فقط بخاطر ادامه تحصیل خواهر و برادرم از اونجا اومدیم که اینجا ادامه تحصیل بدن و مکتبشان رو بخیر خلاص کنن. در حضور آموزگاران و دانش آموزان و والدین آنها زنگی نمادین مکتب به صدا در آمد. کودکان و نوجوانان تشنه درس و آموزش بی‌صبرانه این لحظه ها را منتظر بودند. و گوش آمد نوای زنگ مکتب. در مراسم شروع سال تحصیلی جدید همه سخنرانان از سیاست حکومت طالبان در رابطه به معنی تحصیل دختران در افغانستان انتقاد کردند. امروز مشاهده می کنیم که 3 میلیون خواهران ما، فرزندان ما از رفتن به مکتب محروم هستند. طالبان بدانند که با جبر و فشار نمی توانند که سر شعور مردم حاکمیت بکنند. اگر امروز دروازه های مکتب بسته است، ذهن و فکر و انگیزه مردم را نتانستند که زندانی بسازند. من بعد از سقوط در افغانستان بودم، تجارب خیلی زیاد دارم، از اینکه دروازه برای ما بسته شد، از اینکه ما را از کار، از درس، از تحصیل همه منع کردن، باعث شد که ما بر یک وضعیت نابسامان قرار بگیریم. این باعث شد که ما مهاجرت کنیم. در مکتب سامانیان اکنون حدود 500 دانش آموز درس می خوانند که بیش از نصفشان دخترانند. عایشه شریفی یکی از آنهاست. او احساساتش را از معنی تحصیلی همسالانش در افغانستان با شعر بازگو می کند. در گوش من صداست، پدر زنگ مکتب است. امروز دخت ناز تو دلتنگ مکتب است.
این زنگ مکتب است و یا گوشواره ام یا تکه های این جگر پاره پاره ام. 7 ماه پیش به دلیل ناتوانی در پرداخت پول اجاره ساختمان قبلی، مکتب سامانیان به بنای سفارت دولت پیشین افغانستان در شهر دوشنبه نقل مکان کرد. در سال تحصیلی جدید مدیریت مکتب عوض شده و برنامه های تحصیلی را هم تکمیل کردند. با یاری برخی از تاجران اهل افغانستان، مدرسه با اشیا و وسایل آموزشی و وسایل حمل و نقل تامین شده. با این همه مجوز فعالیت مدرسه سامانیان تا 40 روز دیگر به پایان می رسد. هفته قبل مسئولین سفارت دولت پیشین افغانستان در تاجیکستان موضوع تمدید این مجوز را با مقامات وزارت معارف تاجیکستان بررسی کردند. آنها باور دارند که دولت تاجیکستان مجوز مکتب سامانیان را تمدید خواهد کرد تا شادی و لبخند از چهره این کودکان و نوجوانان و استادانشان دور نگردد. سهراب ضیا، BBC، دوشنبه. هر هفته همین ساعت میتونید بیننده گزارش‌های باشید که در این برنامه انتخاب شده. برنامه خبرنگاران تا 1 هفته روی وبسایت ما به نشانی bbcpersian.com و همینطور روی صفحه یوتیوب bbcpersian قابل دسترسیه. تا برنامه بعد، بدرود.